دوست من سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. میدونم که تو هم خیلی وقتا دنبال یه راه حلی میگردی که کبدت رو پاکسازی کنی. مهمترین و بهترین نوع پاکسازی کبد به نظر من استفاده از خاک شیر هستش. بچه خاک شیر خواصی داخلش داره که باعث پاکسازی کبد تو بدنتون میشه. اما قبل از اینکه دوباره برم سراغ این ویدیو، مثل همیشه اگر به موضوع پوست مسلماتی زیبایی علاقه مندین، چنل یوتیوبم رو سابسکرایب کنین، ویدیو لایک کنین و در نهایت نظری انتقادی پیشنهادی داشتید تو قسمت کامنت برای من بنویسید. گام اول در مقابل با کبد چرب اینه که شما تشخیص بدید کبد چربتون از چه نوعی هستش. اگه بیماریتون در مراحل مختلفی از گرید 1 تا 3 هستش، برای درمان قطعی و کاهش عوارضش توصیه میکنم بهتون که حتما به یک پزشک مراجعه کنید. مدت زمان درمانتون البته بستگی به میزان شدت بیماریتون و پیشرفت با هم دیگه متفاوته. اما تو طب سنتی بچه خاک شیر یک گزینه بسیار ارزان و در دسترس برای درمان کبد چربه. طبق بررسی که انجام شده، معمولا کسایی که برای پاکسازی کبدشون به مدت 40 روز با خاک شیر مصرف کردن، بعد از 40 روز درجه گریدشون پایین تر اومده و بهتر شده و بهبود پیدا کرده کبدشون. بهتره برای در از خوردن خاک شیر بعد از هر وعده غذایی ظهر یا شب یه لیوان آب ولرم به همراه خاک شیر میل کنید. این کار بچه ها به بازسازی آنزیم‌های کبدیتون خیلی کمک میکنه. حالا برای کنترل کبد چرب میتونید از شب قبلی قاشق غذاخوری خاک شیر رو توی لیوان آب ولرم بریزید و صبح ناشتا رو هم اونو میلش کنید. این عمل باید حداقل به مدت 30 روز تکرار بشه تا حرارت و گرمی کبدتون رو کمتر کنه. بچه من یه فوایدی از این قضیه هم بهتون بگم. خب وقتی شما کبدتون چرب باشه، توی صورتتون جوش های بسیاری میزنید و حتی ممکنه توی بدنتون، توی قفسه سینه یا در از شونه هاتون هم دچار جوش بشید. کبد چرب وقتی پاکسازی رو انجام میده، حتی کسایی که پوست چرب دارن یا مستعد به جوش زدن هستن، درمان کامل اتفاق میفته و کمتر بدنشون جوش میزنه. و از طرفی اگر شما تب بسیار گرمی دارید یا کلن آدمی هستید که گرمایی هستید، خوردن خاکشی گرما از بدنتون دفع میکنه و باعث بهبود در سلامت بدنتون میشه. حالا بریم سراغ علائم کبد چرب و اینکه ببینیم چطوری میتونیم باهاش مقابله کنیم. بچه ها اگه احساس خستگی، تلخی و بوی بد دهان، ریزش و موی کابوس‌های شبانه دارید، این علائم نشون دهنده کبد چربه. یه راه مناسب برای مقابله با این علائم ترکیب یه قاشق مرباخوری خاکشی با یه قاشق عسل و یه لیوان آب ولرمه. این محلول باید به مدت 24 ساعت داخل یخچال بمونه و بعد از ناشتا یا بعد از هر وعده غذایی رو میلش کنید. اگر این عمل رو تا 40 روز ادامه بدین، نتیجه بسیار فوق‌العاده‌ای رو میتونید داشته باشید. فقط یه نکته در انتها مجددا بهتون بگم بچه ها، اگر که کبد چربتون رو هنوز درمان نکردین و تا حالا آزمایش ندادین که حتی متوجه بشین کبدتون چربه یا نه، اول از همه به یک دکتر مراجعه کنید، آزمایش بذارید براتون نوشته بشه، آزمایش بدید. در صورت فهمیدن با تجویز پزشک و زیر نظر پزشک خاک شیر رو مصرف کنید، چون ممکنه که تو دراز مدت عوارضی هم برای بدنتون داشته باشه و باعث بشه که سلامت بدنتون دچار مشکل بشه. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر مثل همیشه به موضوع پوست مسلمات زیبایی علاقه من بودید، چنل یوتیوبم حتما سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و برای عزیزانتون هم ارسال کنید.